رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. سلام، من از انگلیس زنگ میزنم به خاطر فرزند 12 سالم که حدود 1 ماه و نیم 2 ماه یه رفتار عجیب غریب از خودش نشون میده. بذارید من از شما نه صبر، بذارید من چند تا سوال بکنم. اولا شما و همسرتون چند سالتونه؟ من 49 سالمه، همسرم هم 7 سال از من بزرگتره، 56 سالشه. چه مدتی است که انگلستان هستید؟ انگلستان ما حدود 30 ساله که از ایران خارج شدیم، ولی حدود 14 ساله اومدیم انگلیس، آلمان زندگی میکردیم. اوکی، همسرتون ایرانی هست؟ بله بله. اوکی، به من بگید چند تا فرزند دارید؟ 2 تا پسر داریم، پسر بزرگم 16 سالشه، این پسر کوچکم 12 سالشه. خب چه در پسرتون میبینید یا چه میگه که به خاطر اون تلفن کردید؟ راستش شروع کرده، این از اول 3-4 سال میشه که همیشه فکر میکرد که بچه های دیگه میخوان نولجش رو بدزدن، یعنی اینکه وقتی به چششون نگاه میکنه اون دانششو میخواد بدزدن، یعنی ازش بگیرن. بسیار پسر باهوشیه، تو مدرسه خیلی همه نمراش خوبه و حس میکنه که خیلی میدونه و از همه بهتر میدونه. من حس میکنم این بهش این احساس رو میده. اینو همیشه مطرح میکرد 4 سال پیش و من باش صحبت میکردم، اینو زیاد شدید نبود. نه خسته چی میگو، استدلالش یا دلیلش یا حرفش چگونه بود؟ اون مهمه. میگفتش که اینا وقتی تو چش من نگاه کنن نولجم رو میتونن بدوزن، من اون وقت نولجی که من دارم اونو ازم میگیرن، این استدلالش بودش. خب اگر میگفتید این حرف معنی نداره، تو اگر به چشم اینکه نگاه کنی نالج اونو نمیتونی بدوزدی، و بعدم نالج چیزی نیست که از کسی بشه گرفت. مگه شده که این همه آدم فرض کن انگلیسی که همه دارن انگلیسی حرف زنی که سه انگلیسی رو ازشون بگیره، بعد تو با یه انگلیسی روبرو بشی که انگلیسی بلد نماشه حرف بزنی؟ یعنی هیچ بحثی با نه هیچ بحثی باش میکردید که ببینید چه جوابی بله میده؟ بله بله، جوابش این بود که میدونم اینو ولی دست خودم نیست، میدونم اتفاق نمیفته. خب حالا بریم برگردیم سراغ خانواده. نه صبر کنید، چند روزه در خانواده شما و همسرتون اضطراب و وسواس وجود داشت؟ استراب و وسواس در خانواده من، استراب شاید کم بوده، کمی بوده، مامانم شاید داشته، ولی وسواس خانواده همسرم، مادرشون وسواس داشته، خواهرشون وسواس داشته در تمیزی، و افسردگی هم در خانواده همسرم هستش چند نمونه، و پارسالم دختر خواهرش خودکشی کرد، دختر 30 ساله، به خاطر افسردگی. مطمئنی به خاطر افسردگی بود؟ میگن ما اینجا، اونا ایران بودن، یعنی نمیدونیم، یعنی واقعا دقیقا نمیدونیم، میدونیم خودکشی کرده بود و حالش خوب نبود، روزهای آخر مثلا سالهای آخر خیلی تنها بود. خب بذار ازتون این سوال بکنم و این که چیزی که سب کنید. شما من بفرمایید بارداریتون با این پسرتون راحت بود یا مسائل مشکلاتی داشتید؟ مشکل زناشویی داشتیم با این پسرم، این پسرم پلن نبود بارداری و مشکل زناشویی بعد زیاد بود موقع بارداری. تولدش راحت بود یا مشکل بود؟ البته برادرش قبلا متولد شده بود، مشکلی که نداشتید با تولد؟ پلن کرده بودم سزارین، پلن بود من، راحت بود. و مسئله مشکلی نه؟ 1 سال اول از نظر تغذیه و خواب مسئله باش داشتید یا نه؟ نه نرمال بود. بین 1 تا 3 سالگی چی؟ آیا رفتاری، حالاتی، دگرگونی هایی درش بود که کمی توجهتون جلب کنه؟ نه اصلا. خیلی خوب، از 3 سالگی بچه چی عزیز؟ بله خیلی باهوش بود، یعنی نسبت به سنش خیلی چیزا رو میدیدیم، تا همون کوچیکی هم با کامپیوتر سریع میتونست همه چی رو چیز کنه، میرفت یا میزد یا کارایی میکرد، و بسیار بچه شاد و خندان و با همه خیلی جوش بخور و اینا، بیشتر با بچه های بزرگتر از خودش. حالا اون خب برادر بزرگتر داشته، حالا
یه مقداری به اون مرتبطه. بله به من همین دور بفرمایید همونه. دبست دوره دبستان چگونه گذشت؟ دو سه سال اول تو مدرسه هم نرسری این اصلا دوست نداشت بره، خیلی گریه میکرد میخواست بره مدرسه، هم دوست نه نداشت چی همون میگفت که دبستان هم. نمیخواست بره؟ نه برای چی نمیخواست بره؟ جدایی بود؟ بچه ها رو دوست نداشت؟ محیط رو دوست نداشت؟ چی؟ بچه ها رو دوست نداره، محیط و بچه ها رو دوست نداشت و حس میکنم نمیتونست ارتباط برقرار کنه، حتی همون توی دبستان هم که بود اصلا با کسی همسن خودش دوست نمیشد، همش واسه خودش تنها میشد، که حتی تو مدرسه هم که مثلا اینو متوجه شده بودن هم دورین دبستان، مثلا میرفت پیش کنسلر مدرسه اونجا صحبت میکرد که ببینن مثلا مشکل چیه، و هیچ وقت دوست نداشت بره مدرسه با اینکه درسش خوب بود، ولی همیشه مثلا انگار میخواست بره، بعدش میومد از من مخصوصا بچه ها میگفتش که اینا همسنه خودش میگه خیلی سیلی هستن، نمیفهمن حرفای من رو اونجور که من فکر میکنم اونو فکر نمیکنن، یعنی خیلی خودش رو این بولد میکنه در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی ایران، یعنی بچه 12 ساله الان میشینه حرف میزنه عشان بحث سیاسی که حتی مثلا شاید خیلی از ادالت نمیدونن که چون میره آخه این نه نه دیدم سب کن. آخه شما این نگاهتون فقط به صرف این که حرفای گنده میزنی که معنیش نیست که یا علمی داره یا اطلاعاتی داره یا درست میگه. آخه ببینید برخی از اوقات ماجرا برداشتای بچه هاست و دریافتاشونه. یه ذره من بذارید توضیحات بیشتری ازتون میخوام. و این علائم رو داشت، خفیف بود همیشه، یعنی زندگیشو داشت انجام میداد و با این در این مورد صحبت میکردیم و اینا، ولی بذار حدود من دو هنوز ماه یه سال دارم. نه صبر کنید میرسم به 2 ماه اخیر. هنوز به من بفرمایید اصولا ظرف مثلا 3-4 سال اخیر رفتاری مثل از خوابش گرفته، تغذیهش گرفته، حمام رفتنشه، دستشویی رفتنشه و یا گفتاری خارج از این موضوع که بهش اشاره میکنید که غیرعادی و متفاوت باشه ازش دیدید، شنیدید، چه خبره؟ بله این رفتاری که من از این بچه میدیدم این که همیشه یه فازی داشت به یه چیزی گیر میداد، علاقمند میشد مثلا به یه چیزی و خیلی افراط میکرد، مثلا یه مدت شده بود که عاشق، یعنی عاشق که نه، خیلی برش جالب بود جیزس هم دین مسیحی و بایبل میخواست بگیره، یعنی میرفت تا تهش، میخواست همه چی رو در بیاره و میگم میخوام مسیحی بشم، این دین خوبیه، یه فازی بود مثلا اینو داشت، بعد دوباره اینو که ول میکرد، یه هم میرفت یه فازی بود که یه عاشق مثلا فریدی کوین شده بود، مکوین شده بود که اون آهنگا و ایناشو خیلی دوست داشت، اصلا همه چیشو فیلمشو، یعنی این چیزو خیلی من در این بچه میدیدم که خیلی او به یه چیزی افراطی میشه، یه چیزی که علاقمنده. این یکم البته میدونی اینا علاقه بندی نیست، اینا استراب سنگین و شدیده که به دنبال یه رفتار اجباری و تأکید سنگین و شدید میشه که میشه کامپالشن، یعنی کاملا اوسیدیه، یعنی اینا گیر دادن و در حقیقت یه چیز و موضوع اصلی و اساسی زندگی قرار دادنه. در جهت رفتاری برای من مهمه، مثلا تو تغذیهش، تو خوابش، تو حمامش، دوش گرفتن، اینا چی عزیز؟ اوکی بود، نه خب و حمام زیاد، فقط حرف میزنه دیگه، همیشه اینو داشتیم که مثلا گفتیم زیاد حرف میزنه میخواد، بعد خیلی دوست داره که نظر خودشو به همه ثابت، به همه بگه من حق با منه، این با برادرش همیشه که بحث میکنه و میخواد تا اون لحظه آخر انقدر حرف میزنه که تو بگی اوکی، ولد نمیکنه تا حرفشو بپرس، مثلا نظرشو به آدم ثابت کنه، ایراد هم نمیشه ازش زیاد بگیری، این هم هست. نه متوجهم. شما تا به حال پرو هیچ دکتری بردیتش یا نه؟ ما قبل از دکتر اونجوری نبودم، ولی بچه ها رو یه ورکشاپی بردم که برای جوان ها بودش و اونجا یه ورکشاپ 3 روزه بود که انجام دادن و یه ورکشاپ 3-4 ماهه بود انجام دادن، اوکی بودن، یعنی بچه کوچیکم اوکی بود، همه چی نرم، یعنی چیزی اونا متوجه نشدن که بخوان به من بگن. آخه اونا قرار ورکشاپ قرار بوده چه تشخیصی بدن، چه نظری بدن درباره چی؟ آخه
یه ورکشاپ برای زندگی کردن ها. یکی از همکارای شما هستم که میذارم برای نوجوانا و جوونا که راه و روش زندگی و کلا به بچه ها یاد میدن این ورکشاپ راه نه اونم قصدم روانشناسی. رفتن پروی ارزیابی رو هیچ وقت نکردید. نه هنوز نه، الان تازه الان میگم که خیلی الان حالش خراب شده رفتیم برای ارزیابی حالا که اونم حالش هنوز خراب شده یعنی چی عزیز؟ میگم در عرض این 2 ماه که من مادرم از دست دادم و این بعد 2-3 هفته که یهو دیدم که اصلا این بچه یه حالت حرکاتی داره که مثل کمپولسیو بیهیویر داره که مثلا الان از گردن به بالا نباید دست بزنی، نه خودش نه ما هیچ کس، سرش رو نباید دست بزنی، حتی حموم میخواد بره اصلا نمیتونه بره حموم، میگه آب بخوره سرم. هنوز همون مسئله این که نولجم از دست میدم حالا خیلی بدتر شده، اینکه اصلا اگر دست بخوره تو سرم امکان داره نولجم از دست بره اگر در اون زمان به یه بچه ای فکر کنم. یعنی الان بی نهایت از بچه ها متنفره، بیرون که میخوایم بریم بچه ببینیم اصلا ناراحت میشه، فوش میده بمیرید شما این بچه ها چرا هستن، تو تلویزیون حتی بچه میاد این ریاکشنشه. الان زندگی نرمالش دیگه داره مختل میشه، مسواک میخوای بزنه نمیتونه طرف دهنش ببره، غذا خوردنش الان هر دفعه میخواد بخوره یه چیز بذاره دهنش باید تو دستش یه ذره تف کنه، یا اینکه نوشیدنی رو باید با نی بخوره اصلا نمیتونه، و همش هم تو نشسته یهو یه صداهای از خودش در میاره، میگه که مثلا یه توتی میاد، این یه فکری میاد تو سرش که این فکر میکنه که مثلا فکر یه بچه ای رو میکنه، بعد این فکر میکنه این فکر چون اومدن تو سرش همون موقع به بچه فکر کرده امکان داره الان نولجش رو از دست بده، و بعد انقدر سرش رو تکون میده انقدر چیز میکنه که مثلا این فکر بره و این نولجش از بین نره. یعنی یه چیزی که اصلا نمیتونم واقعا دسکرایب کنم، خیلی برای خودمونم سخته وقتی این رفتار هم میبینیم، اصلا شوک کننده است برام که بچه در از یعنی بچه دیگه اصلا رفتارش دیگه نرمال نیست. من خب به دنبال همین بودم، چرا که دوبار اصرار کردم که چه رفتاری ازش خب میبینیم میگم الان چه. نداشت اینا رو، الان در عرض این 2 ماه اینا اومده، این چیزا نبود اصلا. خب شما قرار دکترتون چی عزیز؟ کی هست؟ با کی ما هست؟ اینجا تو این انگلیس برای سازمان بهداشت دولتی یه خورده دیر وقت میدن، ما فقط تونستیم پیش یه ارگانیزیشنی هست که برای بچه هاست و بردیم، فقط یه تراپیست کنم با همسرم رفت که باهاش صحبت کرد، اون تراپیست گفت به احتمال 99% اوتیستیک هستش. آتیزم هست؟ آخه شما که من اول که گفتید با همه خیلی خوب ارتباط برقرار بوده، بچه بله شادیه با همه بازی همون میکنه. اینه که من واقعا به شک، چون آتیسته که آدم میدونه که بالاخره نمیتونه، ولی نه همه چیش با ادولت و با ماها اوکی، فقط بچه ها خوشش نمیومد نه آخه و من بچگی هم که همینطور رفتار بود. اوتیستیکی ندیدم ازش. نه 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 آخه شما صبر کنید، چون شما اونجا منو به انحراف کشوندید. اگر جملتون رو، چون اونجا من دنبال این فکر بودم، نه اینکه موضوع فقط بله آتیسم هست و در. نه شما گفتید که خیلی بچه شادی است، با همه بازی میکنه، خوبه. این حرفی بود که شما زدید، آره نبود اینجوری؟ با در منزل با ماها با برادرش آخه تو شما که خونه اصلا ملاک انگار یه نیست. بچه شاد و خوبه، نه ولی عزیزم مدرسه نه انگار یه آدم دیگه بود. نه. خب اولا پس یه ذره زمینه آتیزم هست، بی خودی نیست این حرف. اینکه بچه با آشنایان راحته معنی نمیده عزیز، مهم اینه که با غریبه ها رو چگونه میبینی. بعدم نه آتیزم به نظر خیلی من، راحت خب آتیزم یا در خودماندگی رو که داره، یا خفیفش یا شدیدش رو اونو نمیدونم، ولی بیش از اون عزیز، یعنی من نگران حالتهای کاملا سایکاتیک و روان پریشی هستم، و به همجاست که یه مواظبت. شما اصلا از کاملا از سیستم دولتی ناچار باید خودتون خارج کنید. شما نمیتونید منتظر بشید که شاید بشه چیزایی رو پیشگیری کرد و این کار رو نکنید، منتظر بشید 2 ماه دیگه بهتون وقت بده. شما نه احتیاج ما به واقعا روان خصوصی نه اینجا وقت نمیدن، اونم 1 ماه دیگه اصلا، برای همین واقعا اصلا نمیدونی چی کار کنی. چطور خصوصی هم ممکنه؟ زنگ زنی
یعنی واقعا یه روان پزشکایی که خصوصی کار میکننم میگن یه ماه دیگه بیدن، اینقدر بازار بله دو بگردید یک از، ما ولی واقعا نوع خوبش رو پیدا کنید. چون ببینید شما احتیاج به یه آدمی همونطور دارید با تخصص بالا، بعدم برخی از اوقات مؤسساتی هستن، من نمیدونم انگلستان رو، من آشنا نیستم، که اصلا یه مجموعه ای از پزشکان اونجا، یعنی روانشناس، روان پزشک، نورالوجیست، متخصصین مختلف هستن، مخصوصا اونایی که با کودکان کار میکنن. یکی این بله بیچرخید همین ما و اگر امکانات مالی دارید لطفا و حتما هزینه کنید این کار رو بکنید. بله ما همش در همین کار داریم میکنیم و اونو هم همش 4 هفته دیگه 1 ماه دیگه، یعنی ما همینجور درگیریم، همین خصوصی ها و اینا هم به ما وقت نمیدن و خیلی ما واقعا مستقل نمیدیم چی کار کنیم که شما پاسپورتتون پاسپورت انگلیسیه یا نیست؟ یعنی باید نه من شهروند چون آلمان زندگی میکردم آلمانیه. و اون وقت فرزندتون به زبان آلمانی مسلط تر یا انگلیسی؟ انگلیسی نه من فقط اینجا فرزندم اینجا به دنیا اومد، فقط انگلیسی و درسته. فارسی هم میخونم. نه متوجه شدم. ولی بنابراین پاسپورت آلمانی شما دارید درسته؟ همتون. بله 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 نمیدونم، من فقط یه پیشنهادی دارم چون موضوع جدیه، شاید اگر امکانات مالی داشته باشید بتونید با مراکز مثل می کلینیک و اینا در امریکا تماس بگیرید اونجا بیاریدش، یا یه دفعه صبر کنید بذارید یه روان پزشکی رو پیدا کنید، یا به هر حال برخی از اوقات ببینید در امریکا ما یه راههایی داریم که دکتر رو همون روز ببینیم و اون ورود به فرض کنید امرجنسی بیمارستان، حتی یه چیزی رو میشه ابراز کرد که بچه این گونه بوده، میپذیرنش، بعد همون موقع وارد مسیر پزشکی و معالجهش میشه. یه کمی از آدمای آگاه بپرسید راه حلی که میان بری بله باشه همین کدومه. کارو کردیم اتفاقا با یه گروهی بود همون در امریکا هم بود، من یه آنلاین وقت گرفتم و پسرم باشون صحبت کرد، ایشون همین پیشنهاد دارن چون پسر من فکر خودکشی هم میکنه، یعنی فکر خودکشی هم داره میگه اینو آره. نه من و اینو گفتن نگرانم حتما عزیز. ببرید بله ببرینش بیمارستان و ما اینجا بردیم فردش بیمارستان همین امرجنسی و اونجا هم گفتن خب الان اومدین شما از ما اینجا چی میخواد، ما اینجا نداریم روان پزشک توی بیمارستان، فقط دوباره یکی اومد صحبت کرد گفت حالا اون وقتی که بعد بهش میدادیم ما میاریم جلو، که مثلا بعد از 2-3 هفته وقت دادن که رفت و فقط داگنوز که همین اوتیزم هستش و 4 ماه دیگه برای تراپی وقت گذاشتن نه عزیزم، و از این بعضی ما حالا اشخاص که همینجا دنبال یه دکتر دیگه هستیم که برای 2 هفته دیگه وقت داده که صحبت کنه باهاش، من ولی من ارزیابی میخواستم کامل میخوام. ببینید عزیز، من ارزیابی کامل میخوام، حتی نورولوژی میخوام، شاید از یه حتی کیو ای جی بگیرن از مغزش، خیلی اطلاعات بتونم به دست بیارم که هیچ کار ساده ای. من میخوام هشدار بهتون بدم، ببخشید منو، لطفا اینقدر جدی بگیریدش که فکر کنید خطر مرگ و زندگی است. هستیم واقعا خودمون الان تمام خودمون اصلا واقعا شوک هستیم، همش دنبال این نه به شد کاری مشکلات نه فنی دنبال بود، نیست. من دیدید که نمیدونیم دو دفعه از رفتارمون چجوری الان باش دو دفعه باشه. اصلا مهم نیست هیچی مهم فرق نیم، من دو دفعه خدمتون عرض کردم، انتظار جواب ندارم، خودتون به خود اگر امکانات مالی دارید من میتونید بیاد امریکا بله بیاد داریم، نه من خودم امکانات در مالی موردش دارید، هم بنابراین از بله مثلا یه جایی مثل این مراکز اصلی که وجود داره برای این کار یا دانشگاه همون شرق امریکا، چون به هر حال نزدیکتره شرق امریکا، مراکزشون یه تحقیق بکنید از یه روان پزشکی که تو اون منطقه است، پرسشی بکنید به این کدام دانشگاه یا کدام مرکز علمی یا کلینیکای معتبر که یه ارزیابی، من میخوام یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن کامل از فرزندتون بشه، سایکیاتریک ایوالویشن، یعنی یه نوع ارزیابی روانی، اینو حتما نظر احتیاج شما دارم. حد شما چیه که من آیا حدسم میتونه، یعنی کمترینش یا کمش میتونه آتیزم باشه، ولی آتیزم تنها که نیست، حالت های کاملا استراب و وسواسه و خطر بله مقدمات به هم ریختگی مغز و اسکیزوفرنی.
به همین جاست که از کنم موضوع رو به عنوان مرگ و زندگی بشه. اینجا میگن اصلا دارو ما برای بچه در این سن نمیخوان، میخوان با تراپی و این چیزا بهشون بگید ادامه. لطفا خفشان همین، ببخشید چون من اصلا طاقت همچی حرفایی رو ندارم. یعنی جامعه ای که میخواد مسائل رو با هومیوپاتی اینا حل کنه میفهمم. نه قربونتون ببخشید، من هم سر اینجا نشسته، ایشون هم میخواستن یه سوال یه چیزایی مطرح کنم، میخواستن شد صحبت کنم. حتما آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام بفرمه. من خانومم جزئیات رو توضیح دادن، من فقط میخواستم یه مقدار راجع به حرکات فرزندم بیشتر توضیح بدم. این چند تا حرکت رو از خودش میکنه. یکی اینی که وقتی که با هر گیلاس آبی، یعنی لیوان آب که میگیره دستش، وقتی یه قلپ میخوره بلافاصله با زبونش با لبهاش پشت دستش رو تف میکنه، بوس میکنه. یعنی با هر قلپ آبی که پایین میده مرتب چندین بار پشت دستش رو. متوجه هستم عزیز، متوجه هستم. یکی از خودش یه دفعه نشسته یه همی که حالت خنده گیگل، حالت یعنی حالتی در میاره، سرش رو هوریزنتالی به صورت افقی تکون میده. بعد اگر دست، اگر زمانی اگر با دستمون تصادفی به موهای بخوریم یا کاپشنمون به موهاش بخوره، باید اون قسمت کاپشن رو بگیره به چندین بار، 5-7 بار بزنه به همون قسمت موش، تب بزنه تق 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 تا حالت راحت پیدا بکنه. این واقعا داره عذاب میده. عذاب نمیدرزم. فرزندتون بیمار کامل روانی است عزیز. شما با یک کسی روبرو هستید که مغزش به گونه ای که باید کار بکنه کار نمیکنه. و اگر یعنی مسئله گفتم شاید برخی از اوقات بشه به خاطر تشخیص زودرس کاری کرد، ولی متاسفم که عامل ارثی مسئله اصلی شماست. و ما نمیدونیم یه دفعه این اتفاق یه دفعه افتاد، یعنی یک بار پیش. من نمیخوام اذیتتون کنم. من بیماری داشتم که رشته میرفته راحت کالج و دانشگاه، 20 سالگی ظرف یک هفته تبدیل شده به یک کسی دیگه. هیچ ارتباطی به گذشته نداره عزیز. درست مثل که من شما رو پشت بون داریم راه میریم، بعد یه قدم بیشتر به هم داریم میفتیم پایین، حالا خور رو خمیریم رو زمین. متاسفانه به هم ریختگی است و من اصلا نمیخوام صبر کنیم. امیدوارم هیچ کدوم از این نگرانی های من واقعا مبنایی نداشته باشه، ولی همونطوری خدمت خانمتون عرض کردم، این رو به اولین مؤسسه‌ای که اوضاع رو ارزیابی میکنن همه گونه، یعنی سایکیاتریک ایوالویشن است که باش نورولوژی هم داره، به هر حال یه متخصص مغز او رو به هر حال آزمایش‌های لازم میده، حالا ام آر آی هست، نمیدونم حداقلش هم طور که اسکن کیو ای جی است، برای که تو اونم به نظر من چیزایی از این قبیل رو میشه دید. امیدوارم هیچی از اینا نباشه. فقط شما که فکر نمی‌کنید، احتمالاً میدونم جوابتون منفیه، مواد مخدری که چیزی دوربرش نبوده یا داروهایی که مال مادر بزرگی پدر بزرگی باشه بخوره؟ نه. چون برخ از این حالت ها، چون این حالت ها حالت های سایکاتیک و روان پریشی عزیز، یعنی حالت اصلا عادی بچه ای بود که همیشه چندین سال این بسیار توی ساینس، فیزیک، شیمی، مسائل سیاسی، کشورهای دیگه خیلی میره توی بحثش مطالعه میکنه، میاد بیرون بحثش رو میکنه. یعنی دیروز صحبت از علم فیزیک و نیوکلیار و چطور این معادلات انجام میشه و اینا رو کاملا دقیق توضیح میده، میاد صحبت میکنه. نه متوجهم عزیز، توضیح میده یه دفعه. نه میفهمم عزیز، ولی آخه اینا ببینید عزیز، اینا رو من متاسفانه خودم یه اصطلاحی درست کردم که حتما مثلا مسخره است، به اسم هوش انحرافی. یعنی مثل آدمی میمونه که به جای اینکه تو خیابون رانندگی کنه میره تو پیاده رو رانندگی میکنه، آدما رو زیر میگیره و میره. اشکال کار نه. من جدی بگیرید عزیز، لطفا وقتی رو تلف نکنید. امیدوارم چیزی نباشه. درمانی نداره، فقط من نمیدونم. آخه تشخیص هنوز نیست. تشخیص میخواید. چرا مثلا عرض کردم خدمتتون ممکنه ای بسا یه کسی بهش ماده مخدر داده کشته، اصلا همه اون به همش. مثال عرض میکنم.
یا مثلا یه جا مشروب بوده خورده، بذار شما بدونید. من خونده بودم امکان داره چی عزیز؟ سبت کوک نمیدونم اون امکان داره مثلا. من نمیدونم، من نمیدونم، من نمیدونم. به همین جهت که عرض کنم شما الان چیزی که احتیاج دارید 99% 99% فقط تشخیصه و این کار کار متخصصه و احتیاج به ارزیابی کامل روانی از جمله مغزی داره حتما. به هر حال امیدوارم هم به نتیجه برسید که هیچ کدام از این نگرانی ها نباشه و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خیلی ممنون. خواهش میکنم.